نام خدا، عالم افضلی هستم، گرافیک دیزاینر و بیش از 3 سال میشه با کمپانی خورد رضا و در کارپوریت لیول در بخش برندینگ امروشان کاری دارم. خب موضوعاتی را که امروز در رابطه با او گپ میزنیم برندینگ است و استارتاپ است. از تاریخ شروع میکنیم، اهمیتش را میخوانیم، بعدا میریم سر یک سلسله ترمینولوژی ها و اینا و بعدا میریم در رابطه با پتنت گپ میزنیم و بالاخره با یک سلسله ریسورس ها و اینا سشن امروزی را به پایان خواهد رسانیم. خب شروع میکنیم از تاریخش. بعضی مردم ها فکر میکنن که برند یک چیز کاملا نو است، یا شاید نهایتا اگر تاریخ داشته باشه یک قرن بوده باشه، شاید کم باشه. اما تا یک جای اگر ما براتون بگویم که 300 سال بعد از میلاد اصطلاح برند به وجود آمد، او هم از کجا شروع شد؟ کسایی که مردم هایی که در بین النهرین بودن و مصر بودن، اونا وقتی که خشت و اینا رو جور میکنن بخاطر از اینکه اونرشپ یا حداقل یک تفکیک و تفاوت در بین تولیدات خودشان و تولیدات یک مرکز تولیدی دیگه ایجاد کرده باشند، مارکه خاص خود می ساختن و او را بالای خود خشت برند میکنن. از اونجا شروع شد. بعدن رسید به کاروانای تجارتی، به خاطر از اینکه یک تفاوت بین کاروانای تجارتی و اینا به وجود بیاید، کسایی که به اصطلاح مالک و کاروان بودن یا تجار بودن، اقلام تجارتی را توسط مواشی که انتقال میدن، تمام اون مواشی را همراه یک سلسله مارکه که خودشان جور میکنن اونا را برند میکنن یا نشانی میکنن به خاطر از اینکه همراه کاروان تجارتی دیگه مخلوط نشن. خب این تا کجا رسید که بعدن شروع شد فرانسه رفت، بالای ظروف چینی رفت، بعدن بالای چوب رفت، کارهای برندینگ و اینا شروع شد و بالاخره حتی بالای بوتلای واین یا شراب و اینا وقتی که اونا تولید میکنن. خب تا کجا رسید؟ تا وقتی که در قرن 20 انقلاب صنعتی رخ داد، همه چیز پیشرفت صورت گرفت، کارخانه و تولیدات و اینا شروع شد و دیزاین اینا به حد کمالش آیستا آیستا کار و اینا را شروع کردن. خب انقلاب در خود برندینگ هم رخ داد و او را در همراه تجارت به سوی خیلی کلان اینا چیکار کردن، از خود برند استفاده کردن و در تجارت در حد کارپوریت کمک میکنن. خب حالی میفهمیم که دیجیتال ایج است، حالی خیلی برند ها و اینا حتی به شکل دیجیتال فعالیت میکنن و چالش هایی را که خود دنیای دیجیتال داره اونا مجبور هستن امروز اونا مقابله و اینا کنن و بر از او رای چاره بسنجن و این روند ادامه داره. خب تاریخ برندینگ بر شما حداقل کمک میکنه که بفهمین که برند از کجا شروع شد و به کدام سو روان است. حداقل شما رو کمک میکنه که من حیث یک استارتاپ کمکتان میکنه که در رابطه با آینده کمپانیتان یک پیش فرض داشته باشین در ذهنتان که کمپانیتان در آینده امرای کدام چالش ها مواجه خواهد شد و چطور میتونین امرای چالش ها مقابله کنین. خب این یک اسنپ شات یا یک خیلی دید کلی در رابطه با خود تاریخش بود. اگه کسایی که علاقمند هستن میتونن بخونن، خوب است اما زیاد لازم نیست که بخواین، فقط ما قدر بفهمید که تاریخ از کجا شروع شده. خیر، خب موضوع دومی که از ما برندینگ و اینا زیاد استفاده کردم، شاید بر شما یک سوال یعنی هر کس شاید بپرسه که واقعا برند چی است، برندینگ چی است اینا، یا یک تعداد مردم ها زیاد استفاده میکنن اما واقعا معناش رو نمیفهمن. خب اول میخوام شروع کنم که چی چیز برند یا برندینگ بوده نمیتونه. یک برند لوگو بوده نمیتونه، یک برند پروداکت بوده نمیتونه، یک برند کدام سرویس یا کدام دیزاین خاص بوده نمیتونه. برند در حقیقت احساسی است که درون شما در رابطه با سرویس، پروداکت یا کمپانی به وجود میاد. ما در این سلاید اگر ببینین عکس نایکی است، درست؟ ادورتایزمنت هایی را که میبینین از نایکی، دیزاین هایی را که میبینین، رنگ هایی را که استفاده میکنن و همیشه هم تون و وایس یا مسیج خودشان از طریق خود ادورتایزمنت هایشان انتقال میتونه اینا، اگر اونا رو ببینین تمام از اونا جزء ویژوال آیدنتیتیشون به حساب میره. چرا؟ چیزایی است که شما میبینین اما چیزایی که شما احساس میکنین، مثلا شما بوت نایکی رو میپوشین احساس راحتی برای شما دست میده و هر بار دیگه که وقتی که نایکی رو میبینین، چون او آیدنتیتی است اما یک احساس براتون خلق میشه، اونو احساس که خلق میشه اونو برند است. ببینین اگر از تاریخ شروع کنیم تا امروز یک تغییر خیلی کلی در رابطه با معنای برند اومده اما در مجموع اونقدر زیاد تغییرات نیومده، فقط امروز روز به روز چون دوره ها فرق میکنه، دیجیتال ایج پیشرفت کرده میره، شاید امکان داره در آینده معنای برندینگ باز تغییر بخوره یا موضوعات دیگری هم شامل شود اما او را آدم پیش بینی کردن نمیتونه. خب دنیا تصمیم میگیره، زمان تصمیم میگیره.